به چرا منطقه شما میگه چبلتی بندر شما؟ چبلتی از قدیم همین تو مونده چبلتی میگه چبلتی از مادم پدر و بیا قدیم یک چای بده ای او کمک دشت این میگه چبلتی امید کوریزی بده او میمده و شوشو دم میده در روز یله میکرده امید کوریزه خورکک نمونده چبلتی امید تو پدر و بیا مونده چبلتی آلم تو مونده تو آلم ما میگه چبلتی این سر فرهنگ اگر در مورد فرهنگ منطقه بگو چرا که فرهنگ داره اگر جوان بخواد در این ازدواج کنه شرایطش چقدر است چقدر مرجع میگیرین شما اگر کسی بخواد حساب در این منطقه و در این قریه حساب ازدواج بکنه بلکه همین قریه های هم جوار هم همین قریه هایی که در اطراف است همین فرهنگ داره به حساب تقریبا 4 لک الی 5 لک افغانی به حساب مهریه میگیره از همون جوانی که حساب بخواد به نام خداوند یکتا سلام بیننده های عزیز وقتان بخیر باز هم در ولسوالی شیبکوی ولایت فرا قرار داریم دوستان عزیز امروز آمدیم در یک قریه که نامش برای من خیلی جالب بود قریه چپلتی قریه چپلتی دوستان میخواییم بریم در داخل این قریه چرا این قریه را میگوید چپلتی و با مردم این قریه هم آشنا بشید شما هم لطف کنید تا آخر این گزارش با من همراه باشید و یک تشکر خاص میکنم از انرژی دادن تا شما دوستان عزیز از این نظریه نیکتان که باعث میشه که ما انرژی بیشتر بگیریم و برنامه خود را بیشتر ادامه بدهیم و میریم داخل قریه با مردم قریه آشنا بشیم و دوستانی که قریه هاشون هنوز باقی مانده از اونها خواهش مندیم نام قریه های خود با ما در زیر همین ویدیوها کامنت کنند شما با قریه ها هم یک سری بزنید تشکر از شما خب دوستان عزیز حالا اومدیم پیش یکی از بزرگان قریه چپلتی و میخواییم از ایشان بپرسیم چرا این قریه رو میگه چپلتی آجی صاحب سلام وقت شما بخیر خوب هستین وعلیکم السلام شما خوب آجی صاحب سلامت باشید اگه ولی خود یک معرفی بکنید که دوستان با شما آشنا شود بله خود معرفی کنید من آجی مازد الله چپلتی از چپلتی بله آجی صاحب امینون برای ما خیلی جالب است برای ما مثل یک معما شد چرا منطقه شما میگه چپلتی به نظر شما چپلتی از قدیم همین تو مونده چپلتی میگه چپلتی از مادم پدر و بیا قدیم یک چای بده ای او کمک دشت این میگه چپلتی امید کوریزی بده او میمده و شوشو دم میده در روز یله میکرده امید کوریزه خورکک نمونده چپلتی امید تو از پدر و بیا مونده چپلتی آلم تو مونده تو آلم ما میگه چپلتی تو آلم میگه چپلتی آلم اون جوی داره یا نه؟ خوش. نه خوش شده خوش شده بله او مردم میگه این جوی شما مشهور است خورده نمیشه بله مشهور خورده نمیشه امید تو مشهور که اصلا کش نمیشه از دوغلا رو میاری از مثلا از زیارت رو میاری مشهور خورده نمیشه با کشتن نمیشه او با مدرس مگه بزنی که چند کیلومتر او بیا بسر زمین سرش حالا منم زمین حالا اول دور کال بچه کم میآوردو که میخوره کتابم هر جا خیز می اصلا دنتش از تلخی خورده نمیشه خب شکنه اولی ای سگو خب دوستان عزیز پس فهمیدیم چرا میگوید چپلتی تاریخچه زنا به هیچ کس دقیق مشخص نیست بله. بنابر گفته های خود بزرگا میگه که از قدیم یک جوی بده و داشته و شب میگه اور نگهداری میکرده اما دیگه باز روز پس یله میکرده بله. خاطر مانده چپلتی بله. خب بس وظیفه شما چه خود شما چه کاربار میکنیم ما دیوانی دهکانی بله خیلی خزی او شور میشه دهکانی بکنید او شور مجبوریه او مجبوریه نمیشه اگر اقصبان تالا او رود دا کنال او رود خورد بازم خوب اگر نشه ایچ مجبوریه چکار دیگه کار دیگه نه دلیل ندار جوان ها خور بگه در این منطقه چه کار میکنن جوان ها شما مثلا کسی کشن از 18 باله میشه در این منطقه و کاروبار پیدان که میره به خارج میره ایران طرف طرف او که اگه یک کاروبار بود نکه یک خیلی اکرامه برای یا یک کشاوریزی بکنه اگر نکنه میره به ایران کار داری
کارگری. بله. بعض مردم تو یک رسم داره که بچه که سن 16 شد او رو زن میده بعد میگه برو ایران با کار کو. شما می رسم داره اینجا؟ نه. این رسم نداره نه؟ نه ما فقط بچه که زن که بعد 30 میشه یک کو بی خال از یک تورا تو حالش پدر خانه. همدی دیگه بار زن میده بعد از او اگر دل خوش سی واش سی واش اگر خیر پدر مون مونده شما بچا زن میده دیگه من مصرف رم خود شما میده خود بچا بده بده نه ما بچا خیر ما کار مینو مصرف رم ما میدارسی که کرد بعد از او اگر دل خوش سی واش اگر مونده مونده یعنی خوب رسم نیست یعنی خیلی خوب چون ما بعد جا رفتین بچا رو خود را میگرفت او را زن میاد میگه برو ایران برو کار کو پیشکش خوب بده چه خوب بگو بس نه ما تنی خب آجی صاحب اگر برای ما در مورد غذای مشهور خود بگید من مندکه شما یک غذای خیلی نمدار خیلی مشهوری هم دار نه؟ بله چی اگر ما غذا خود بگید؟ چی غذا مشهور؟ غذای مشهور که همه که او رو بشناسه از ما؟ از ما اشکنه خلور تروی شد کنه اشکنه دیگه غذای مشهور شما دیگه چیه؟ داشت دیگه چیه؟ خلور تروی شد اشکنه خلور تروی شد اشکنه خب آجی صاحب تشکر از شما جان سپاس بابت معلومات شما سلامت باشی خوب است اگر در آخر کدام گفتین داشته باشی کام در خدمت هر مشکل چه باشه امی مشکل خود ما زیاد داریم مشکل ما گوی خدم ما بیشتر مشکل هیچ کس نداره از سر جاده ما مشکل داری کلینیک نداری مشکل داری بمیری بارات بر هر بابا حالا کاش که تو دیروز میمدی خب شکنه اما خدا میمدی خودم تو کدوس میرفتی مگر خونه رو نمیدیدی از دلخت من تا مال سه کن خود میبینن اینا اینجا درس میخونه و با آفزال ته مچتا یک سن یکی محمود معلم بدن جلوتر این درس داده ان این همین مشکل ها که بیشتر جان داد اینجا مشکل دارم مگر خدا خدا جان مشکل ما رو آسان کنه خب دوستان عزیز دوباره برگشتیم و فعلا هم در کنار جوانهای کلی چپلاتی قرار داریم و میخواییم بپرسیم که آیا اینها اینجا ورزش میکنی یا خیر چون یک مندکه خیلی خوردی است سلام آقا جان خوب هستیم بخیر سر شما خوب است سلام داشتیم شما خوب هستیم اگر خود یک معرفی بکن نام زیباش احمد بچه های جمازالا از کلی چپلاتی ماشالله احمد جان خب میشه بگو وظیفه شما چه شما چه کار وظیفه ما رانندگی رانندگی داخل خود منطقه گفتید داخل مرز مرز چطور کاروبار چطور خوب از خدا راضی الحمدلله چه اندازه معاینات در میارن شما درآمد دار 10 12 هزار افغان خدا را شکر دیگه خب از این فاصله تا مرز چقدر است از این تا مرز تقریبا 40 کیلومتر است 40 کیلومتر یعنی اگر ما همراه موتور بریم یک نیم ساعت بیشتر نخواست نه نمیشه یک ساعت میشه 50 دقیقه یک ساعت همراه موتور بریم خب شما هر روز مرد هستون یا نه بعض وقتا این نه در هفته دو روز سه روز میره دیگه اینجا خیلی خوب است اینجا هم دیگه وظیفه داره نه فقط نه بیکار این خیلی کار خوب است هفته دو روز سه روز اون هستی با این دخانه خود می خب برنامه بگو جوانا شما در اینجا ورزش هم میکنم ورزش یک تو بازی هست فوتبال دیگه چیز نمی دیگه چیز نمی کنم چون بعض جا ما رفته باشه شوشم لغه تگ میکنه نه فقط اینجا فوتبال هست دیگه بازی نیه خوب است خب جوانا شما اکثرش وظیفه شو چه کار میکنن اونا اکثر نه وظیفه نه مرز هست خب یعنی مرز میره میاد دیگه اونا که اینجا هست اونا دیگه رو خیران هست بعضی ایران هم شما دارید خود شما تا ایران رفته ما خود مو چند دفعه رفتم خب برام یک خاطره از درانه که ایران میده بگو چه خاطره ما ایران برگ کارگر نرفتم تو رفتو پس اومد دیدین همون تفریق رفتی یک خاطر حتما با در افتادم خاطره اگه برام بگو یار خاطر خاص نفتاد ما خاطر خاص نفتاد درست خوش گذشته رفته پس اومد همیشه خوش بگذره تشکر از شما لازم زنده باشی ان شاء الله که شما سعی کنه بیشتر ورزش بکنید ورزش زمان سلامت تنی ان شاء الله درست است تشکر از شما لازم بخیر باشی اگه کدام گفتنی داری کام در خدمتتون است با دوستای که خارج شما دیدم گفتنی داشته ما یک مشکل دارم مشکل خاصی تقاضا ما از امارت اسلامی است که از دو قلم یک کریم پلی ما تقریبا 15 کیلومتر است از اونجا تا اینجا خیلی اگه بارندگی چیز زمستون بر ما مشکل است مریض خسته بشه ما هیچ راه هم نمیتونیم که انتقال بده چون راه خیلی خراب است شوره است نه موتر رفت آمد میکنه نه موتر سیکل دیگه خواهش ما از امارت اسلامی هم است که این جاده و بعد هم مشکل آنتن ما داره آنتن هم آنجا خیلی و کارا و دوستا ما ایران است نمیتونه گپ زده خیلی مشکله دیگه مکتب ما از نظر مکتب نداره چون مدرسه هم است مکتب است مدرسه دینی هم است همه مال نماز مدرسه مکتب کلا ما داخل مسجد میگیم خواهش ما می هست که یک رسیدگی به ما بکنه
خب دوستان عزیز، اکنون آمدیم در داخل قریه چپلاتی و در کنار ملا صاحب کشی شخصی است که در داخل این قریه میگه فقط یک مسجد وجود داره. نه ملا صاحب؟ خب ملا صاحب، اگر شما لطف خود یک معرفی بکنید، نام زیبا شما، دوستان با شما آشنا شد. السلام علیکم خدمت شما محترم عزیز و بینندگان برنامه شما. بنده فرید احمد هستم، فرزند عبدالله، از ولسوالی شیبکو قریه چپلاتی که فعلا در همین قریه ما امامت همین مردم داری به عهده. خیلی عالی. ملاوی صاحب، شما گفتیم که در همین منطقه فقط یک مسجد وجود داره، نه؟ بله، در همین قریه فقط تنها یک مسجد و یک مدرسه هم وجود دارد، مکتب. یک مدرسه دینی شعبه حفظ. خب، یک مدرسه یک مکتب؟ یک مکتب وجود داره، ولی که تو مکتبی نیست که ما به حساب ساختمان داشته باشه جداگانه یا اتاق جداگانه، بلکه در داخل این مسجد هم مکتب هست، هم مدرسه دینی ما در همینجا هست، هم هر دو مراسم چیزی هم داشته باشه این مسجد است. مسجد خانه خدا است بیشک، و بعد هم شما هم در اینجا مدرسه داره، هم مکتب داره، هم اگر مراسم باشه هم در این مسجد انجام میشه. بنابر مشکلات اقتصادی و چیزی که به حساب مردم نداره توانایی و بس جور کردن اون مدارس و مکاتب که به حساب بخوام آماده کنی، با این خاطر به حساب هم مدرسه است، این مسجد استفاده میشه، هم محل نماز است و هم محل تعلیم. درست است. ملاوی صاحب، بچه ها که درس مدرسه میخونن رایگان است یا کدام چیز پرداخت؟ بخش مکتب بلکه از طرف معارف اینجا او اندازه به حساب بر ما آماده که تقریبا یک معلم است و هم اکتفا نمینه، بلکه نفوس او بچه ها ما تقریبا هست، تقریبا به 100 بچه میرسه که همه اینها از طرف معارف تنها یک معلم داره که خیلی کم است، اکتفا نمینه. و بخش دینی هم ما یک استاد داریم، بخش حفظ، که کلاس حفظ فال است، برج 10,000 افغانی، و از طرف مردم بلکه اینجا به حساب از حقوق داده میشه. یعنی خود مردم به مو استاد که بچه ها درس میده بازونه باز؟ بله، خود مردم پول شخصی از خود مردم به حساب از استاد داده میشه، برج 10,000. در مورد نفوس بگو، چقدر نفوس داری منطقه؟ نفوس تقریبا 50 الی 60 خانواده هست که تقریبا 400 نفر، تقریبا نفوس می قریه به 400 نفر میرسه. 400 نفر، خیلی عالی. خب علاوه بر میریم سر فرهنگ، در مورد فرهنگ منطقه بگو، چرا که فرهنگ داره اگر جوان بخواد در این ازدواج کنه شرایطش چقدر است، چقدر مریه میگیرین شما؟ اگر کسی بخواد به حساب در این منطقه و در این قریه به حساب ازدواج بکنه، بلکه این قریه های هم جوار هم این قریه هایی که در اطراف است همین فرهنگ داره، به حساب تقریبا 4 لک الی 5 لک افغانی به حساب مهریه میگیره از همون جوانی که حساب بخواد. و جوان هم که به حساب هست هیچ شغلی به حساب در اینجا به حساب در داخل افغانستان تو شغل خاص خود نداره، بلکه مجبور است به حساب بره به طرف ایران و ملک خارج بره، اما چیزی که به حساب براش مهریه تعیین میشه، بالاخره به هر نوع عذاب و شکنجه و رنجی که باشه باید در بیاره. والله 4 لک بیخی زیاد است. به اصطلاح شما 4 لک خوش است یا نه که واجی زرم میده خونه؟ بعضی جاها به حساب می 4 لک به حساب تنها بدون هیچ چیز است. بعضی جاها باز می 3 لک یا 4 لک گذاشته میشه باز با امرای اما جهزیه همون چیز هم حساب دانه. در یک همچین منطقه ای که زندگی مشکل است، جوان همه که بیکار است، 4 لک واقعا ظلم است که نه؟ بله، این چیز مردم دار است، بسیار زیاد است. امیدوارم که این رسم بخیر بگذره ان شاء الله. ما زیاد توصیه هم کرده و توصیه هم مینا تمام علما و تمام مسلمان. تشکر از شما جان، سپاس که بر ما وقت گذاشتید. اگر کدوم مشکل چیز داشته باشید داخل کری میتونید خود ببینید بگید، کام در خدمتتون هستم. مشکلات از این مردم خوب گفتم دیگه، ولسوالی ها و قریه های که به حساب از مرکز فاصله داره مشکلات از اونها بسیار زیاده. به حساب من جمله یکی از مشکلات عمده از مردم و قریه جات که به حساب در اطراف است مشکل جاده هست، که جاده باز خصوصا این مردم مشکل آب دارن، مشکل جاده دارن دیگه، مشکل آنتن داره، زیاد مشکلات داره. نه، منطقه شما اگه مشکلستان میگرفتن بهتره، ولی کلش مشکل است. واقعا مشکلستان است. خب دوستان عزیز، قریه چپلاتی فقط یک دکان داره و ما اکنون هم آمدیم در داخل این دکان و میخواییم کامرا دکاندار مصاحبه کنیم که چرا این قریه یک دکان داره و کاروبار این کاکاشان چرا کم هست. سلام، خوب هستیم بیادر و خیری؟ خوب هستیم، خوب هست، سلامت بشه. اگه خود یک معرفی بکنی، نام زیباش ما چه؟ عبدالرکیم.
عبدالرکیب از کریه چپلاتی. چپلاتی. خب برای ما در مورد دکانداری بگو، دیگه کریه میچه نمیچه چه کم از کاروبار شما؟ خب خدا را شو. روزانه چند صدا دارم شما در اینچه؟ روزانه این صدا یمی از آرپی ها یکی نیم از آرپی شد نیم. خب تیزی از آرپی ها چند از به شما میمانه؟ تیز آرپی ها چه بگوی ما هم؟ اما اندازه که میمانه همی اگه 200 شد مونه. خوب است دیگه، هم خونه خمه هستی همی دکانداری میکنه خدا راشو خوبه. او. او. خب این اجناس شما از مرکز میاری از مرز میاری؟ اینا را از مرکز هم میاره از مرز هم میاره چون تو من اونجا بیارزش درسته. این جنسی که شما از مرز میاره نسبت به جنسی که شما از مرکز خود فرا بخری قیمتش فرق داره دیگه؟ او فرق داره، یعنی زیادتر یعنی نو بیشتر ممون از اینکه فرا مرز ارزان تره بیتره. درسته. کاروبار شما اینجا افغانی اگر پلیران تو منه؟ تو من هم هست افغانی، هم افغانی کم کم با شما فرق نداره دیگه. نه در اینجا مردم شما مانستر هم میخوره؟ مانستر نه. یا شما نمیاره کنه بخوره؟ نه ما نمیار مانستر، چون گرونه اینجا تو من زیاد میشه. چند وقت هست شما خوش دکاندار هستین؟ ما 10 سال 12 سال خوش. شما دیگه اینجا خوب جا خورده دیگه؟ او ده خدا را شما این مزمره کار بارون اینجا هستم. دکان دیگه از خودتان شخصی هست؟ از من شخصی هست. درست است. شکر از شما، سلامت باشی. جان سپاس کدام گفتین چیز دار کنم در خدمتتان هست. سلامت باش. خیلی باش. خب دوستان عزیز، این بود کریه چپاتی و یک کریه خودکک بود و ما برنامه را که در جای شروع کردیم دوباره آمدیم در اونجا برنامه را ختم کردیم و فهمیدیم که چرا این کریه را میگوید چپلاتی، چون بزرگوار خودش هم زیاد معلومات نداشت و امیدوارم که از این برنامه کوتاه ما لذت برده باش دوستان نهایت عزیز و با مردم این کریه هم آشنا شدیم که خیلی مردم خوب داشتن. تا برنامه بعدی شما را به لایکتا میسپاریم.